سلام بچه ها، چطورین؟ این روزا توی اینستاگرام شما مثل من شاید خیلی دیده باشین تازگی یه چالش مود شده. اگه شخصیتت یه کاراکتر بود و آدم های مختلف اومدن کاراکترهای فیلم های مختلفی که به نظرشون شبیه خودشون هست رو استوری کردن، ولی خب من هر چقدر گشتم شخصیتی به نظرم شبیه خودم نتونستم پیدا کنم. شخصیت های زیادی رو دوست دارم توی دنیای سینمایی و سریال و اینا، و بیشترین شخصیتی هم که دوست دارم شخصیت جویی توی فرندزه، ولی مطمئنم که خودم شبیه جویی توی فرندز نیستم و به نظرم یه سری شخصیت های دیگه احتمالا شبیه ترم به من. به همین خاطر یه دونه تست پیدا کردم توی اینترنت که همین کار رو انجام میده، یه سری سوال ازتون میپرسه و بر اساس این سوالات بهتون میگه شخصیت شما شبیه کدوم یک از کاراکترهای فیلم‌های سینمایی یا سریال‌ها هستید. امروز می‌خوایم این سایت رو با هم بررسی کنیم و ببینیم چه جوریه. من احسان هستم و اینجا ویجاردو و تو این کانال به صورت هفته‌ای دوبار ویدیوهایی با موضوعات تکنولوژی، پول و کسب درآمد از اینترنت منتشر می‌کنیم که اگر به این موضوعات علاقه داشتید با سابسکرایب کردن این کانال می‌تونید کمک بزرگی بهمون کنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید، توی حالت اول قرار بدید تا اگر پست جدیدی از کانال ما منتشر شد زودی بهتون خبر داده بشه و بتونید تشریف بیارید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید. خب می‌خوام یه سایتی رو و یه تستی رو با هم بررسی کنیم. با استفاده از این تست می‌تونیم بفهمیم که شخصیت و پرسونالیتی ما شبیه کدوم یکی از شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم‌های سینمایی هستش. آها، در ضمن برای اینکه این سایت رو باز کنیم باید فیلتر شکنتون باز بشه. پس قبل از اینکه این سایت رو باز کنیم اول فیلتر شکنتون رو روشن کنیم بعد وارد این سایت بشید. این سایت هستش سایت openpsychometrics.org/test/character که یه تستی هستش که مشخص میکنه شخصیت شما شبیه کدوم یک از شخصیت های فیلم ها هستش. من لینک این تست رو براتون توی دسکریپشن و توضیحات همین ویدیو میذارم. نیازی به ثبت نام و اینا نداره، یه سری سوالات خیلی ساده است، اینا رو جواب میدین و بهتون میگه شما شخصیتتون شبیه به کدوم یک از شخصیت های فیلم های سینمایی هستش. این صفحه اول هستش، یه سری اینجا صحبت ها نوشته، میتونید اینا رو ترجمه کنید اگه زبانتون خوب نیستش. ما قبلا فکر کنم ویدیو قبلیمون بود یه دونه ویدیو ساختیم چجوری میتونیم خیلی راحت سایت ها رو فارسی کنیم، خیلی راحت کلمات و نوشته ها رو کلا فارسی کنیم. اگر اون ویدیو رو ندیدین لینکش رو این بالا براتون میذارم، میتونید با استفاده از این لینک اون ویدیو رو ببینید و نوشته های اینجا رو خیلی فارسی کنیم و خیلی اوکی باشه همه چی. ولی خب انگلیسیش هم انگلیسی سختی نیستش، انگلیسی روونی داره و سوالاتی هم که میپرسه سوالات اوکی هست. یه سری اینجا بک‌گراند ها و یه سری اینفورمیشن و اطلاعات ها قبل از اینکه تست رو شروع کنیم بهمون داده. اولین اطلاعاتی که داده اینه که این تسته یه تست انترتینمنت یوز اونلیه، یه تستی هستش که فقط جنبه سرگرمی داره، یه تست روانشناسی عمیقی نیستش که بیان شما مثلا بر اساس این تسته بگین نه من شبیه اینم یا یه مشکل خدایی نکرده منتالی دارم یا مشکل روحی روانی دارم. نه، یه تست فقط جنبه فان و جنبه آموزشی داره، یه تست روانشناسی به اون صورت دقیقی نیستش. این چیزها رو اینجا نوشته. بعد یه سری اطلاعات دیگه هم نوشته که حدود 1600 تا کاراکتر اینجا آمارشون هستش، 1600 کاراکتر بهمون معرفی میکنه بر اساس اون نتایج تسته. خب بریم سراغ تست. اصلا بدون معطلی تست رو شروع کنیم. اینجا ورژن های مختلفی از تست وجود داره. ببین اینو من میزنم، ببین چند تا ورژن وجود داره. یه ورژن ریکامندد، پیشنهادیه، میتونید این تست رو انجام بدیم برای در حقیقت اون تشابه شخصیت به کاراکتر. یه تست سریع داره، 14 تا فقط سواله. تست با ایموجی داره، اگه زبانتون خوب نیستش میتونید این تست رو انتخاب کنید، اصلا نیازی به خوندن کلمات اینا ندونه. یه سری ایموجی بهتون نشون میده، بر اساس این ایموجی ها تست رو شروع میکنیم و بهتون میگه شخصیتتون شبیه به کدوم یکی از شخصیت فیلم ها هستش. ریکامندد ایموجی داره، ترکیب این تست پیشنهادی و تست ایموجی که 60 سواله. یه دونه تست 120 سوالی هم داره که میگه که این دقیق تره نسبت به بقیه تستا، دقیق تره. اگه مثلا حوصله ندارین میتونین ایموجی رو انتخاب کنین، با استفاده از ایموجی ها تست رو شروع کنین. ایموجی رو انتخاب میکنین، دکمه بیگین اسسمنت رو میزنم که تست بر ما شروع بشه. خیلی راحت چند تا سواله، 35 تا سواله، 35 تا سوال اینا رو در حقیقت جواب میدین و خیلی راحت تست بهتون میگه شبیه کدوم یکی از شخصیت های فیلم هستید. ببینید مثلا الان اینجا دو تا شخصیت داریم، این که عینک زده انگار یه شخصیتی که فان، یه کسی که کارهای فان و کارهای سرگرم کننده انجام میده، این یکی که عینک زده
بهمون نشون میده که یه شخصیتیه که البیتور منطقی احساسی نیستش به اون صورت. شما باید تعیین کنید به کدوم سمت متمایل ترین، یه شخصیت منطقی و علمی دارین یا یه شخصیت فان و سرگرم کننده و اینا دارین. و این استایدر رو مثلا من میگم که من حدود 75% به نظرم متمایل هستم این شخصیت فان و علمی و اینا، 24% شخصیت فان و اینا دارم. میتونیم بر اساس این استایدر رو تعیین کنیم. نکست رو میذارم سوال بعدی، بیشتر غمگینین یا خوشحالین؟ خب من به نظرم مثلا وسطشونم یا مثلا یکم به خوشحال نزدیکترم. نکست رو میزنم، بیشتر شبیه پارتی این که مثلا کلاه جشن تولد اینا گذاشته، این حالت مود داره، یعنی همیشه شادین یا نه دمدمی مزاج طورین. فکر کنم این استیکر اینو نشون میده، من دقیقا معنی استیکر رو نمیدونم، دارم حدس میزنم. خب من دیگه هم میکشم به این طرف. خب نکست رو میزنیم، بعد اینا چیه؟ آها مثلا برونگرایی، درونگرایی، فکر کنم یه همچین چیزیه، این که اینجوری کرده احتمالا میگه نه یا نزدیک، همچین چیزیه، درونگراست، این برونگراست. اینو انجام میدیم، من دیگه اینا رو میذارم محتوی خودشو با دیگه، من خودم خیلی سریع اینا رو میذارم که ببینم چجوری. اینم تحلیل کنیم، مثلا کلاهش چیزه اسپورته، این کلاهش رسمی طوره، میگه لباسای رسمی بیشتر دوست دارین یا لباسای اسپورت طور. خب اینا رو من خیلی سریع انجام بدم، نتیجه تست رو ببینیم مثلا چیه. چند تا سوال دیگه الان، 35 تا سوال، 6 تاشو جواب دادیم. من اینا رو بر خودم خیلی سریع انجام بدم. خب بچا این چند تا سوال آخرام با هم انجام بدیم. این مثلا میگه شخصیتتون فرشته و مهربون طوره یا شخصیت شیطونی دارین. خب من فکر کنم یکم اینطوری ام. خب گاو و خوکو داریم که نمیدونم اینا چه معنی میدن، بیشتر گاو دوست داریم یا خوکو؟ 50-50، ولی گاو بیشتر دوست دارم فکر کنم. خب و نکست رو میزنیم، یه همچین سوالی هم آخرش میاد که میگه که میخواین یه سری تست دیگه هم انجام بدین، اینو میزنم نو گت ریزالتس ایمیدیتلی، گت ریزالتس رو میزنم که ببینم نتایجش چی شد. بر اساس این سوالاتی که پرسید، من شبیه کدوم یکی از کاراکترهای فیلم ها و سریال ها و اینا، 30% کامل شده. آها نه 30 ثانیه طول میکشه، 70% شبیه وودی هم توی توی استوری. بر اساس این سوالایی که جواب دادیم و پرسید، میگه که شما شبیه وودی این توی توی استوری، توی داستان اسباب بازی ها. بعد اینجا یه سری نمودار اینا هم داره که اینا رو میتونید بررسی کنید، یه سری توضیحات داره و اینا رو هم میتونید بخونید، توضیحاتش زیاد حالا مهم نیستش. میگه که بر اساس چه متدولوژی اینا این کار کردیم و این نتایج به دست اومده، یه سری توضیحات مربوط به خود تست هستش و میتونید اینا رو امتحان کنید. یه اوقات خوش رو داشته باشین، یه سایت خیلی باحالی اوپن سایکومتریکس یه سری تست روانشناسی باحالی داره، این یکی از تستاش بود که گفتیم با هم انجامش بدیم. مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین، سابسکرایب کانال یادتون نره، این ویدیو لایک کنین، برامونم کامنت بزنین. تا ویدیو بعدی، فعلا بدرود. بچه‌ها آهان تا یادم نرفته، اگه این تست رو انجام دادین توی کامنت ها حتما بهم بگین، من که شبیه وودی ام انگار، شما بهم بگین این تست بهتون گفت شبیه کدوم یک از کاراکترهای فیلم ها و سریال ها هستین.